Querido, va. به Va. حال گویا دیگه به پایان دوره صفوی رسیدیم. لطفا توضیح دهید که پس از چیرگی محمود افغان سنی مذهب بر پایتخت صفویان شیعی مذهب، روحانیت شیعی و دیگر بزرگان دین به کجا گریختند یا رفتند؟ ببینید، اجازه بدید من یه مقدار برگردم، بازگردم به پیش از اون، یعنی در واقع بیایم و زمان اصلا حمله محمود افغان رو به پایتخت صفوی تا حدودی توضیح بدم، چون فکر کنم بدون توضیح مسئله ما نمیتوانیم به پرسشی که شما در برابر بینندگان قرار دادید بپردازیم. در واقع پرسش این است که چون در این باره از بده اینجوری بگم که در تاریخ نویسی ها نادرستی های خیلی زیادی هست، نخست این که بیشتر نوشته های تاریخی از حمله افغان ها به ایران سخن میگوید، در حالی که این از بنیاد نادرسته. افغان یعنی گروه های چندگانه افغان، ابدالی، قلجایی یا قلجایی، هر دو درسته، قلزایی هم درسته، قلزایی هم درسته، پشتو بودند اینها از گروه های مختلف افغانستان پشتو بودند. اینها بخشی از فرمانروایی صفوی به شمار می آید، یعنی بخشی از ولایات زیر فرمانروایی پادشاه صفوی هستند. به همون اندازه بخشی از ایران بودند که یعنی هرات و قندهار به همون اندازه بخشی از پادشاهی صفوی به شمار می آمدن که مثلا شهرهای امروز قفقاز یا حتی آذربایجان، اینها بخشی از این امپراتوری صفوی بودند و خودشون رو بخشی از این فرمان روایی به شمار می آوردن، حتی فرمان حکومت رو هم از پادشاه صفوی می گرفتن. بنابراین این حمله افغان ها به ایران یک نوع جنبه تبعیض‌گرایانه و توهین‌آمیز در خودش نهفته دارد، گویا افغان ها به ایران حمله کردند. پارسی زبانان افغانستان بخشی از ایران بودند، حتی پشتون ها که به هر حال بر روی زبانشان با زبان فارسی خراسانی بسیار نزدیک بود، اینها بخشی از ایران بودند و اینها حمله به ایران نکردند. ما با یک جنگ داخلی، با یک شورش داخلی روبرو بودیم. تفاوتی در این ندارد که گروهی از مثلا شیراز به اصفهان حمله کنند، یا قشقایی ها به منطقه حمله کنند، یا بختیاری ها شهری رو بگیرند. اینها توایف باشنده در سرزمین بزرگ افغانستان، بخشی از خراسان بزرگ بودند و اهل سنت. و بزرگترین گرفتاری در این بود که پادشاهان صفوی به ویژه در دوران پایانی کار سخت پیورز به آیین شیعی بودند. از آغاز کار همچنین بود. اصلا فراموش نکنیم که یکی از نخستین پیروزی های شاه اسماعیل گرفتن هرات بود و در هرات بود که شیخ بزرگ اهل سنت رو به نام تفتازانی دستور داد زنده زنده گوشتش رو تکه تکه بکنن تا او بمیرد. بنابراین همه اینها بخشی از ایران بزرگ اون زمان به شمار می آمده. و از این هم من فراتر بروم، کانون فرهنگی ایران برای دوران درازی در خراسان بزرگ بود که این خراسان بزرگ در هرات بله؟ در هرات بوده. هرات، قندهار، مرو، نیشابور در واقع مرز به شمار می آمد و بیشتر کانون فرهنگی تاریخی ایران از نیشابور به سوی شرق بود و تا مرز امروز چین هم پیش می رفت. و به همین دلیل هم ما به سرزمین فرارود نگاه می کنیم، ماوراءالنهر، اون رودخانه یا دریای آمو دریا، جیهون، بخشی از تاریخ فرهنگی سیاسی ایران به شمار می آمد.
بنابراین حمله افغان ها به ایران یک افسانه است و این رو باید من از همیهنان گرامی خودم بخوام که تکرار نکنند، بلکه رهبران ایلی اهل سنت افغان با پادشاه شیعی ایران درگیر شدند و جنگیدند. اگرچه در این جنگ دولت عثمانی و دولت روسیه و حتی پادشاه هند در اون هنگام در تشویق افغان‌ها برای افغان‌های، یعنی این گروه از افغان‌ها برای حمله به ایران نقش داشتند، ولی به هر روی یک جنگ داخلی بود، گرفتن پایتخت از سوی گروهی از شهروندان ایرانی، اگرچه اون زمان ما پدیده‌ای به نام شهروند هنوز نداشتیم، ولی باشندگان در فلات ایران زیر چیرگی دولت صفوی بود که نخست برای اعتراض به ستمهایی که در اون دوران میشد. من با اجازه شما جناب محیی روزی کوتاهی در این مورد بدم. این در افغانستان، افغانستان امروز، هرات و قندهار، اون زمان ولایت هرات و ولایت قندهار می بود، پادشاه شیعی فردی رو به نام شاهنواز، شاهنواز خان گرجی که بعدها نام‌آور شد به گرجین خان، اون رو فرستاده بود و اون رو والی قندهار رو هرات کرده بود و اون بیداد میکرد در ستم نسبت به مردم اون سرزمین. میرویس خان قلجایی یا قلجایی، هر دو درسته چون اینها از یک واژه پشتو میآید و اینها پشتو بودند، حتی به اینها قلزایی هم میگویند، ولی بر روی ما در زبانی که امروز به کار میبریم قلجایی میگوییم یا قلجایی. اینها میرویس خان در اعتراض به ستمهایی که این گرگین خان میکرد آمد به اصفهان. او بزرگ قندهار بود، یعنی پیر امیران ایلی قندهار به شما میآمد در اون هنگام، و آمد به اصفهان و پادشاه صفوی او رو نپذیرفت. یعنی شاه سلطان حسین حاضر به دیدار با او نشد. البته رهبران دینی در این زمینه بسیار نقش داشتند، از جمله همین مجلسی که جلوگیری کردن از اینکه شاه با او دیدار کند. وزیر شاه سلطان حسین هوادار این کار بود، ولی درگیری هایی که در دربار در اون هنگام وجود می داشت جلوگیری کرد از دیدار میرویس با شاه صفوی. و میرویس هنگامی که بازگشت به قندهار دریافت که تا چند اندازه وضع دولت صفوی پر از گرفتاری است، گرفتاری اقتصادی، گرفتاری های مذهبی و غیره، و شورشی روی داد. گرگین خان میرویس رو کشت و گروهی هم بر میرویس، بر گرگین خان شوریدند و او کشته شد. در این درگیری ها نخست محمود عبدالی که رقابت داشت با این قلجایی ها فرمان روای هرات شد و او در واقع اولین کسی که اعلام استقلال از ایران کرد همین محمود خان عبدالی است که از سوی شاه به عنوان، از سوی شاه صفوی به عنوان فرمان روای هرات برگزیده شده بود. سپس محمود افغان او رو شکست داد و کشت و نامه های نوشت. خیلی جالب است در این زمینه جناب محری بدانیم که محمود افغان چندین نامه برای شاه سلطان حسین نوشت و خودش رو رعیت ایران اعلام کرد و گفت من رعیت شما هستم، و از او حکمرانی کرمان و خراسان رو خواست و حتی تقاضا کرد که دختر شاه سلطان حسین رو به عقد او در بیاورند و شاه نپذیرو، گفت سلطان دختر به رعیت ندهد. و این است که این شورشی که در گرفت پیامد یک ستم مذهبی در اون هنگام بود، فشاری که از سوی یک دولت شیعی بر مردم اهل سنت افغانستان، هرات و قندهار وارد می شد، پیوند پیدا کرد با آرمان ها و آرزوهای ایلی در اون دوران، چیزی که امروز هم ما در مثلا کردستان شاهدش هستیم که فشار مذهبی از سوی دولت شیعی بر مردم اهل سنت وجود دارد و این نارضایی با
گرایش های قومی و ایلی پیوند پیدا میکنه و این است که اونها به پایتخت حمله کردند و اصفهان رو گرفتند. و بر پایه گزارش هایی که در دست داریم، نزدیک به 80% مردم اصفهان در این 3-4 سال نخست چیرگی محمود افغان کشته شدند و اصفهان به شهر بسیار کوچکی تبدیل شد. خواستم این رو خدمتتون به عنوان یک پیش درآمد در این مورد بگم. ببخشید، گفته میشه که در دوران شاه همین آخرین پادشاه صفوی، آخرین پادشاه جدی، کش ملا حسین هم میگفتن، بله، به نام ملا حسین ازش نام بود، در زمان او فساد در دربار صفوی بیداد میکرده در شهر همه جا، این درسته؟ نه، درست هست و نیست. این رو خیلی ها در این باره گفتن. یک کار پژوهشی بسیار بسیار ارزنده‌ای در این دوران انجام شده که به راستی باید گفت یک کار استثنایی، ویژه و تازه است. من این رو از این روی نمیگویم که آقای رودیمتی که هلندی است و چون شوهر خواهر من هست به این دلیل در این باره بگم، ولی کار رودیمتی که به فارسی هم برگردانده شده زیر نظارت خود او به نام ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان، به داوری من بهترین کاری است که در مورد پایان دوره صفوی تا به امروز انجام شده. او بر این باور است با اسناد که فساد عامل اصلی فروپاشی دولت صفوی نبوده. شما کمکشون کردین؟ بله؟ شما کمکشون کردین؟ اصلا من در سطح پژوهش‌های دانشگاهی ایشان نیستم. ایشان یک آدم بسیار بسیار دانشمند در این زمینه، از رشته کار او کار صفوی است و اصلا کار رو در این زمینه آغاز کرده بود که جدا از شیفتگی به ایران که تمام گزارش‌های بازرگانان هلندی رو به پایگاه خودشون در هلند، اینها رو همه خوانده و بر پایه اونها یه مقدار زیادی اسنادی در دست دارد که دیگران در دست نداشتند. باور او این است که من با او کاملا موافق هستم، بارها با هم در این زمینه گفتگو کردیم، که افسون بر فساد دو عامل دیگر برجسته تر در سقوط دولت صفوی بودند، یا سه عامل دیگر. نخست وضعیت اقتصادی ایران بود که شرایط اقتصادی ایران پایان دوره صفوی اون شرایط اقتصادی نیست که شاردن هنگام سفر به ایران دیده. ببینید، این بیپایه بودن پاره ای از این پژوهش‌های تاریخی تا اندازه ایست که مثلا در نقل از شاردن چیزهایی می آورند که شاردن در این کتاب 5 جلدی آمده و در مورد فساد در دوران شاه سلطان حسین سخن گفته. خب این دروغه، برای اینکه زمانی که شاردن به ایران رسیده نخست در دوران شاه عباس دوم است، سپس در دوران جانشین او سلیمان، و هیچگاه در دوران شاه سلطان حسین در ایران نبوده که شاهد فساد در دربار شاه سلطان حسین بوده باشد. و این چیزهایی که بازگو میکنند باز میگردد به گذشته، بنابراین نشان میدهد که این گونه فساد همواره در دولتهایی مانند دولت صفوی وجود میداشته. آقای متی به درستی اشاره میکنند که شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار بسیار دشواری بوده و اقتصاد ایران از اون شکوفایی دوران شاه عباس یکم برخوردار نبوده. دو دیگر این که در اوج دوران صفوی شاه عباس یکم کسی بوده که به سرتاسر ایران سرکشی میکرده و سپاه میفرستاده، از مرزهای ایران گزارش دریافت میکرده و نگران این بوده که در کجای ایران ممکن است مرزبانان ایران یا حاکمان مرز ایران سستی بکنند و در نتیجه یک نوع نظارت عالیه بر نظارت بلند بر فرمانروایی مرزی در سرتاسر ایران داشته، کشورداری میکرده، پادشاه توانایی بوده. شاه سلطان حسین بیشتر گرفتار حرم و زندگی اصفهان بوده و چندان بهایی به سرکشی سرتاسر ایران نمیداده. در این 20 و اندی سالی که او پادشاه بوده حتی یک بار که میخواسته به
سوی افغانستان به سوی هرات لشکر بکشه تا تهران، نزدیکی های تهران امروز بیشتر نرفته و به اصفهان بازگشته. و سومین عامل که شاید مهمترین این عوامل باشد در این است که دولت در ایران در این هنگام دیگر در دست نیروی شمشیرزن قزلباش نیست، بلکه در دست ملایان است. حتی در تاجگذاری شاه سلطان حسین این مجلسی است که بر او کمربند می‌بندند و تاج شاهی بر سر او می‌نهد و اوست که همه کاره دربار شاه و شیخ الاسلام اصفهان به شمار می‌آید. این نفوذ روحانیان خرافه پرداز در دربار شاه سلطان حسین یکی از مهمترین عوامل فروپاشی دولت صفوی است که کوشش می‌کنند در دوران قاجار و پهلوی این رو پرده پوشی کنند و بگویند که نه، فساد بوده. نه، این فساد دینی است. این فسادی است که ناشی از چیرگی دستگاه روحانیان بر حکومت عرفی در ایران برای نخستین بار به شمار می آید. شاه سلطان حسین بازیچه دست روحانیان در این هنگام به شمار می آمده و سخت باورمند به این نوع ارزش ها بوده و اندیشه های اونها رو می پذیرفته و باور داشته جدا که تا هنگام بازگشت امام زمان او و صفویان بر تخت پادشاهی همچنان باقی خواهند ماند، در حالی که می توانسته با محمود افغان و میرویس و دیگران کنار بیاید، ولی چنین درایتی رو نداشته. درایتی که شاه عباس در اون هنگامی که در اوج قدرت دولت صفوی بوده می داشته، با اینکه در دوران شاه عباس ما با یک روحانی برجسته مانند شیخ بهایی روبرو هستیم که از نقطه نظر و از منزلت دینی جایگاه بلندپایه‌تری از مجلسی داشته، ولی شاه ابزار و بازیچه دست او نبوده و او فرمان شاه رو میپذیرفته. ولی در دوران شاه سلطان حسین او در واقع ابزار دست آخوندها به شمار میامده. من برای شما یک نمونه خدمتون بگم که اینقدر این آدم از دنیا به دور بوده که دستور میدهد، فرمان میدهد که کتابی درباره فقه زنانه نوشته بشود. چون شاه عباس دستور داده بود کتاب فقهی به فارسی نوشته شود و شیخ بهایی کتاب معروف خودش رو جامع عباسی رو به فارسی نوشت درباره فقه، یکی از یعنی یکی نه نخستین کتاب سرشناس یا شناخته شده فقه به فارسی است. کتاب دیگری پیش از اون در آمده بود ولی شناخته شده نبود. این ملا حسین تصمیم میگیرد که کتابی به دستور میدهد کتابی درباره فقه زنان نوشته بشود و کتابی نوشته میشود در اون هنگام در مورد فقه زنان. و این جالب اینجاست که این کتاب رو نویسنده به شاه سلطان حسین الحسینی الموسوی تقدیم میکنه، یعنی در واقع او رو به عنوان یک آخوند میشناسه و این در واقع درباره فقه زنان هستش این کتاب. خب برگردم پرسشتون رو، میبخشید من از موضوع به دور افتادم، پرسشتون رو این بخشی که درباره افغان ها گفتید بسیار جالبه. بله، اینو مرتب باید تکرار کرد. بله، این ببینید یک تعصبی است در میان ایرانیان که این افغان ها آمدند و ایران رو گرفتند و پایتخت صفوی. اینها ایرانی بودند، اینها فارس زبانتر از فارس های اصفهان بودند و حالا جدا از زبان فارسی اینها بخشی از ایران به شمار می آیند و ما هیچگاه نباید بپذیریم که افغان ها ایران رو اشغال کردند، بلکه پشتون ها و قلجایی ها و یا قلجایی ها اینها شوریدند بر دولت صفوی به دلیل ستم مذهبی و ایلی و اصفهان رو گرفتند، همان گونه که در دوره‌های دیگر مثلا نادر جایی رو گرفت یا شورش‌های دیگری در می‌گرفت. ما هیچگاه در مورد زندیه نمی‌گوییم که لورها ایران رو گرفتند. خب لورها بخشی از ایران بودند، نمی‌توانستند ایران رو بگیرند، کشوری که خودشون اونها باشنده و شهروند اون کشور هستند که نمی‌توانند بر اون کشور حمله کنند. افغان‌ها هم بخشی از ایران بودند و خودشون رو بخشی از این کشور می‌دانستند.
چطور شد که شاه سلطان حسین یک گرجی رو فرستاد به فرمانداری اون بخش از افغانستان؟ در اون هنگام و یکی زیبایی های جامعه ایران در این است که در اون هنگام و در دوره های دیگر ما در پیدایش این کشور بزرگ ایران هیچ گونه تعصب ایلی جز در دورهای کوتاهی نداشتیم. حتی در دورانی که پیدایش دولت صفوی می بوده که قزلباشان به ایران آمدند، رقابت میان خود قزلباشان بود و شاه یکی از اونها رو بر می کشید و برجسته می کرد. یکی ممکن بود از افشار باشد، دیگری ممکن بود از طایفه دیگری باشد و میان اینها هم اختلاف بود. ولی در این دوران که یک امپراتوری بزرگ در دوره شاه عباس به وجود آمده بود، کسانی از گرجی‌های مسلمان شده، حالا برخی از اینها رو مسلمان می‌کردند، برخی مسلمان بودند یا به زور مسلمان می‌شدند، اینها می‌توانستند مانند دوران غزنوی که کسانی که در بازار برده فروشان به اسارت در آمده بودند و از ترکانی بودند که اسیر شده بودند و اینها برکشیده شدند، بلندپایه شدند و سرانجام سپهسالاران دولت سامانی شدند و سپس دولت سامانی رو برانداختند و دولت غزنوی رو ایجاد کردند. در اون دوران هم بسیاری از این پهنه امپراتوری ایران از هر گوشه و کنار می توانستند به جایگاه بلند سلحشوری و سپهسالاری و فرمانروایی برسند. در دوران شاه سلطان حسین صدر اعظم ایران لزگی بود، از یکی از طوایف آمده به ایران، و این گرگین خان و بسیار از گرجی ها هم در دستگاه صفوی نقش داشتند. هیچ نوع گرفتاری در مورد پیشینه قومی این آدم ها نبود تا اونجایی که اینها شیعه باشند. شیعی بودن رو از وفاداری به سرزمین بیشتر میپرستیدند و میپسندیدند و این است که گرگین خان رو به اونجا فرستادن. البته اصلا به نام یک گرجی به اونجا رفت و سپس ستمهای زیادی، تبهکاری های زیادی در مورد شهروندان مردم بخت برگشته اهل سنت در اونجا کرد که اونها رو به شورش برانگیخت و او رو از میان بردن و این رسمی بود. جالب اینجاست که وقتی او رو از میان بردن، این شاه سلطان حسین ابله به جای اینکه دریابد باید با اینها کنار بیاید، برادرزاده او کیخسرو خان گرجی رو برای فرمان روای اون منطقه افغانستان فرستاد که او هم همین تبهکاری ها رو ادامه داد و شکست خورد. درایت در میان اونها نبود. تعصب مذهبی چشم درایت رو کور میکنه. راه دور نرویم، لازم نیست سفری 500 ساله کنیم به دوران، یا 400 ساله کنیم به دوران شاه سلطان حسین. امروز ایران رو نگاه کنید که این پیورزی و تعصب مذهبی چشم درایت و عقل و خرد رو کور میکنه و انسانها رو از رفتار امروزی، از رفتار خردمندانه پر به دور میداره. کارهای انجام میدهن که میدانیم چگونه کارهایی است. امام جمعه شیعی برای سنندج فرستادن، مسجد اهل سنت رو در بلوچستان با بولدوزر ویران کردن و کارهایی که انجام میدهن. امروز در دوران مدرن، در قرن 21، صده 21 ما با اون روبرو هستیم. حالا برگردید شما به 400 سال پیش، 300 و اندی سال پیش، چه انتظاری از اون دوران میتوان داشت که یک پادشاه ابله فرومایه در دست آخوندها، هنگامی که امیری رو برای افغانستان تعیین میکنه، یک امیر شیعی متعصب باشه و هنگامی که او کشته میشود، به جای کنار آمدن با رهبران ایلی پشتو، یک رهبر شیعه دیگری رو، برادرزاده او رو برای اونها بفرسته که پیامد اون هم گرجی ها چه مذهبی داشتن اون زمان؟ بله؟ گرجی ها در آن زمان چه مذهبی داشتن؟ گرجی ها نیست، اینها کسانی هستند که در جنگ ایرانیان با گرجی ها به اسیری دولت در آمده بودند، نیاکانشون، و اینها شیعی شده بودند، مسلمان شیعی شده بودند و هنگامی که شیعی میشوند هم شیعی متعصب میشوند، مانند مثلا سلجوقیان که اینها نیاکانشون ترکمانان یا ترکان غیر مسلمان بودند، ولی هنگامی که مسلمان میشوند از دیگر مسلمانان ها
پیوستر هستند. بنابراین بیشتر گرجی ها مسیحی بودند در اون هنگام، ولی اینهایی که اسیر ایران می شدند اینها رو به اسلام راهنمایی می کردند و طبیعتا اون شاخه پذیرفته شده اسلام که در اون هنگام موجود می بود در ایران شیعی بود و اینها رو شیعی می کردند و اینها شیعیان رو متعصب می شدند، وفاداری به پادشاه داشتن و آیین شیعی، ولی خود گرجی ها که بیشتر مسیحی مذهب بودند. خب آقای امینی عزیز، منظور از درباره ببخشید من یک کاغذ از دستم افتاد، یه پرسشی کردید یادداشت کردم که فرمودید که پس از چیرگی محمود افغان سنی مذهب تکلیف روحانیان شیعی در ایران چی بود؟ کجا رفتن؟ حاشیه رفتن. بله اب نداره، اونا حرفای لازمی بود. بله ولی اینم لازمه. نه شما فرمودید، پرسش رو فکر کنم گمان میکنم فرصت اولتون این بود و من بله پرسش این بود که بله؟ این روحانیون بله. به کجا رفتن؟ آیا به هند رفتن؟ بله اینها اصلا به عتبات رفتن؟ میبخشید به عتبات رفتن؟ به کجا رفتن؟ بله. پس از آمدن افغانهای اهل سنت به پایتخت شیعی ایران اصفهان، خب روشن است که دیگر روحانیان شیعی سرپناهی نداشتند و باید پایتخت رو ترک می‌کردند. این کوچ شیعی مذهب‌ها در ایران در اون دوران یک دوره‌ای رو در بر می‌گیرد. برخی از اونها از خراسان حتی کوچ کردند به سوی هند. اونهایی که در خراسان و خراسان بزرگ بودند، چون می‌دانید که محمود افغان و نیروی ایری او نخست بر خراسان بزرگ و سپس کرمان چیره شدند پیش از لشکرکشی به اصفهان، بنابراین برخی از بزرگان شیعی مذهب خراسان به نزدیکترین جایی که فکر می‌کردند می‌توان رفت و کوچیدند که هند باشد، ولی در اصفهان بخش بزرگی از روحانیان اصفهان و شهرهای دیگر رفته رفته به عتبات رفتند. و حالا چرا اصولا خیلی از ایرانی ها در اون زمان به هند می رفتند؟ چون در دوران صفوی به دلیل تعصب مذهبی بازار سخنوری و شعر فارسی بسیار بیرونق شده بود و بسیاری از بزرگان ادب ایران در دوران صفوی خیلی پیش از درگیری افغانها با پادشاه صفوی به هندوستان کوچیده بودند و شما نیک می‌دانید به ویژه به دلیل چیرگی همسرتون به ادب فارسی که سبک هندی در دوران صفوی در هند زاده شد و از اونجا به پرروی ایران آمد. اصلا این واژه وطن برای نخستین بار با مفهوم واقعی وطن به معنایی که امروز ما به کار می‌بریم در شعر و سروده های شاعران ایرانی تبار هند بود. تا پیش از اون وطن در سروده های حافظ و سعدی اون جایی بود که اونها زندگی می‌کردن، در حالی که در سروده های سبک هندی این وطن مفهومش در واقع ایران شد، یعنی ما از وطن به دور ماندیم، این باد وطن است که میوزد، یعنی از ایران به سوی ما میآید. این است که ایرانیان در میان مردم هند یک جایگاه تاریخی داشتند. زبان فارسی از دیرباز، از هنگام پیدایش دولت تیمور تبار تاتار بورکانی هند در هندوستان چیره شده بود و زبان درباری و دیوانی به شمار می آمد و زبان ادبی. از این رو ایرانیانی که به هند میکوچیدند گرفتاری زبانی نداشتند، چون زبان دیوان و زبان درباریان زبان فارسی بود و این رو از دوران یکی از نوادگان تیمور ما در دست داریم، اوست که در واقع این سنت رو بنا نهاد و این سنت تا میانه دوران استعمار انگلیس ادامه پیدا کرد تا انگلیسی ها به این پایان دادند. از این رو ایرانیان زیادی به هند کوچیدن، از جمله شیعیان به هند کوچیدن. از سوی دیگر بیشتر رهبران شیعی مذهب ایران از اصفهان و قزوین و شهرهای دیگر
راهی نجف شدند. بهبهان یکی از شهرهای پایگاهی مذهبی شیعی در ایران به شمار می آمد. خیلی ها از اونجا به نجف رفتن، به عتبات رفتن. می رفتن به نجف چون نجف پایگاه درسی بود و هنگامی که می خواستن به گوشهی برون می رفتن به کربلا یا کاظمین، ولی پایگاه مذهبی در نجف بود. و این کوچ است که نجف رو نجف کرد، نه اینکه در اون هنگام نجف جایگاهی نداشت، بر روی آرامگاه پاره ای از بزرگان دین شیعی به شمار می آمد، اما از این کوچ از اصفهان به سوی نجف است که نجف رونق پیدا کرد و پایگاه شیعی در دوران پس از صفوی شد. آقای امینی، این ماجرای عوض چی بوده در هند؟ ماجرای عوض که البته به نادرست میدانید که خیلی ها به اون عود میگن، بله. ماجرای پول هند یا موقوفه عوض. عود یعنی عین و واو و دال، بله؟ در نوشته های فارسی قزوینی با عین اون را آورده که به همین دلیل هم کسانی فکر کنن عود هست، در حالی که در نوشته های درست‌تر کار آقای محمود با الف آمده و درستش هم با الفه، چون دلیلی نداره که با این نوشته بشه. از من کتاب، بله اینجا دارم، من از کتاب شیعری خودم از یکی از حواشی این رو برای شما بازگو کنم. در برگ 100 و در برگ 229 این رو نوشتم زیر نویس. پول هند یا تنخواه هند بهش میگفتن، پولی است که از موقوفات عوده یا عود از هند به عراق می رفته و در میان روحانیان شیعی آن دیار پخش می شده. ماجرای دریافت آن تنخواه از راه ماموران دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی از شمار گرفتاری های ماندگاری است که سالهای دراز گریبان روحانیان شیعی را گرفته بوده. داستان به این ترتیبه که این عود یا به انگلیسی AWADH می نویسند، یه ایالتی است در هند، هنوز هم هست این عود. این بخشی از استان اتراپرادش به شمار می آید. سرداری شیعی، پوزش می خوام چون اسامی همه به خاطرم نیست، باید از جو بخوانم جناب موری، معمولا از جو نمی خونم ولی این اسامی دقیقی است. یک سردار شیعی به نام میر محمد امین موسوی، فرزند میر نصیر نیشابوری، این از ناتوانی دولت مرکزی این منطقه هند بهره گرفت و یک دولت تازه‌ای برپا ساخت به نام دولت نایبان عوض. و این آدم با این میر محمد امین همون سعادت خان نیشابوریه. این محمد امینی که اشاره کردم، میر محمد امین موسوی، اصلا اسمش بوده سعادت خان نیشابوری، که این کاظم مروی در عالم‌آرای نادری دربارش نوشته که راهزن و گردنکش بوده. و البته بیشتر شاهان ایران در یه دورایی راهزن و گردنکش بودن و این آدمی بوده که فرار کرده، این راه یک کاروانی رو گرفته و بعد فرار کرده از اونجا به از راه هرات به قندهار و از قندهار به کشتن داروغه قندهار فرار کرده و رفته به هند و در اونجا دولت عوض رو درست کرده و سپس آمده و مراسم عزاداری حسینی به پا می کرده و ثروتمند شده با دولت مرکزی هند، با اونها ساخته و یکی از مهاراجاهای هند شده و خیلی هم ثروت اندوخته و شیعی بوده و حتی در اون منطقه آمدند و از سر تا سر هند دعوت می کردند برای مراسم عاشورا و تاسوعا و عزاداری حسینی. آدم ها می آمدند و این خانواده پول خرج می کرده تا اینکه دولت بریتانیا، کمپانی هند شرقی بر هند چیره می شود و دستور می دهد که این پول هایی که اینها به طور مستقیم از راه وزیران و سفیرانشون به میان آخوندهای نجف می بردن، از این پس باید از راه دولت هند در اونجا پخش بشود. کنترل می خواستن.
از این را تنخواه هند که پیشتر به طور مستقیم از طریق این پایگاه شینشین هند موقوفاتی بوده که میرفته، موقوفات این شاهزادگان هست که میرفته به نجف و در میان روحانیان پخش میشده و خیلی هم کلان بوده، خیلی خیلی زیاد بوده، دولت بریتانیا پخش اون رو در دست میگیره و در بصره و در کربلا و نجف و کاظمین و جایهای دیگر این پول رو پخش میکرده و به گفته برخی از روحانیانی که یادمانده های اونها امروز در دست ماست، کسی نبوده از میان آخوندها که این پول رو نگیره به بهانه اینکه میخواهند مسجد رو تعمیر کنند و به مؤمنان کمک کنند و غیره. و این راهی بوده که دولت بریتانیا در میان آخوندهای اون زمان پول پخش میکرده. البته در آغاز گفتم ربطی به دولت بریتانیا نداشته و به این دلیل است که معروف میشود موقوفات ابد به موقوفاتی که دولت بریتانیا از اون راه در میان آخوندهای نجف نفوذ داشته و ادامه داشته تا هنگام جنگ جهانی اول این تقسیم پول. آقای کارگردان بفرمایید چقدر وقت داریم؟ چقدر وقت داریم؟ خیلی باید وقت داشته باشیم. به نظر من 50 دقیقه شد. نه خیر. میگن 6 دقیقه. گفتن 6 دقیقه. شما خیلی میخواید مثل خسته شدید، میخواید بحث کنید، میخواید گفتگوی ما رو. نه خیر، میخوام این سوالی بکنم، میخوام ببینم تو 6 دقیقه میشه یا نه. خواهی بفرمایید، من در اون 6 دقیقه قیچیش میکنم پرسش شما رو. بله بفرمایید، شما پرسش رو بفرمایید. در ارتباط با جنگ اخباری و اصولی، بزرگان اخباری و دیدگاه اخباری، اجازه بدید که بحث مربوط به درگیری اخباری و اصولی رو چون خیلی به درازا میتونه بکشه به ملاحظه فرمودی منظور من چیه؟ بله بله، نه ولی همینجا به یه نکته اشاره میکنم. برید، خیلی مهم هست این نکته که خدمتتون میخوام بگم برای آگاهی هم میهنان گرامی. تا هنگامی که افغانها پایتخت دولت صفوی رو نگرفته بودند، روحانیت شیعی در پناه دولت صفوی از یک امنیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استقلال هم نداشت. یعنی این روحانیت شیعی که پیش از پیدایش دولت صفوی بیرون از فرمان روایی بوده، سه دقیقه، و بله در سایه فرمان روایی به سر نمی برده، در دوران صفوی وارد ساختار فرمان روایی می شود و در کنار فرمان روایی زندگی می کرده که نمونه شیخ بهایی به عنوان رایزن و نفر شاید دوم در کنار شاه عباس نمونه برجسته است. در پایان دوران صفوی، در دوران شاه سلطان حسین، این روحانیت شیعی قدرتش به اوج میرسه. یعنی تقریبا میتوان گفت که اداره زندگی پادشاه رو در دست داشته. با سقوط دولت صفوی و چیرگی افغانها بر پایتخت صفوی، روحانیون از کانون قدرت بیرون رانده میشن و به ناچار باید یک ساختار مستقل به وجود بیاورند. یعنی دیگر در سایه دولت زندگی نمی کنند. در این دوران است که دو شخصیت به فاصله مدتی از یکدیگر پدیدار می شوند. نخستین اونها فردی است به نام آقا محمد علی بهبهانی که معروف می شود به وحید بهبهانی. اوست که به موضوع بحث اخباری پایان می دهد و در نهاد اون زمان روحانیت شیعه که در نجف بوده نگاه اصولی رو چیره میکنه و یک برداشت تازه‌ای رو از مرجعیت رواج میدهد که تا اون هنگام وجود نمیداشته. اگرچه اینجا اونجا در بارش صحبت شده، ولی دست آخوندها رو در تفسیر از دین برای دنیای جدید باز میگذاره و به این ترتیب از زمان همین وحید بهبهانی که فرزندش به نام وحید صوفی کش معروف میشود، از این زمان که در پایان دوران صفوی است، در دورانی است که نادر برکشیده و قدرت رسیده در ایران، در این دوران در نجف ما با چیرگی اندیشه های همین
آقا محمد علی بهبهانی، وحید بهبهانی رو بروستید. آقای امینی عزیز یک دقیقه وقت دارید. بله. پس از اون فرد دیگری به نام انصاری، شیخ مرتضی انصاری، کسی است که بر بنیاد اندیشه های بهبهانی روال مرجعیت و تقلید رو در واقع بنیان می‌گذاره، که روحانیت شیعه امروز ایران نه از دل روحانیت دوران صفوی، بلکه از دل کاری که وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری انجام دادن برخواسته. اونها هستند که بیرون از ساختار دولت یک نوع استقلال به روحانیت شیعه میدهند. این استقلال رو ما در دوران قاجار کاملا میبینیم. روحانیت دوران صفوی شریک قدرت است، روحانیت دوران قاجار رقیب قدرت است، و این رو در هفته های آینده من به درازا باز خواهم کرد. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز، خسته نباشید، تا هفته آینده، سفر خوش. سپاسگزارم. و با سپاس از همیهنانی که توجه دارند به این برنامه ها، و با تشکر از کارگردان برنامه آقای امیر.